لکه څنګه چې یو خبره دا وایي، کچیر تاسو د یو مکتب دروازه پرانیزل نو پوشه چې یو زندان دروازه مو بند کړه. منظور شدن مکاتب و پانتون ها طبعا بالای شاگردها تاثیرات منفی میگذاره، شاگردها از محیط درسی پس میمانه. دولت باید هر چیز تر دروازه مکتب و پانتون ها را باید برای محسین و تعلیم نسیز ما باز کنن. یک ذهنیت مثلا منفی و به خاطر جوان که مثلا دل سرد میشوند از تدریس خود یا از درس خود بسیار دل سرد میشوند، همین رقم اساتید و شاگردا نمیتوانند که بر تحصیل یا تعلیم خود ادامه بدهند. دولت سخم هیلا خواسته داد سی بند پات که دل ده و پانتونو تحصیل مسیتو در ډیر زیات منفی تاثیرات کی ځوانان دته مجبوره کوي چې غیر قانوني مهاجرتونه وکړي او بیکاره پاتې کیږي. لکه دې وخت مې ویل جرم جنایم زیاتیږي، نو ښه دی چې زر تر زر دوی وکولی سي د خپل تعلیمي او تحصیلي بنسټونه فعاله کړي. سلامونه ونې کې هیلې د ډیوه میډیا ټولو لیدونکو اورېدونکو ته. زه علي حیدر امیرزی د نن ورځې خپرونې کوربه یم. د یو نظام په تبدیلیدلو سره د هغه هیواد ډیری چارې په ټپ ودرېږي، یو هم له هغوی څخه د تحصیلي بنسټونو یعنی د مکاتبو او پوهنتونونو په ټپ ودرېدل دي چې دا پر یوې ټولنې او د ټولنې پر وګړو باندې ډیر منفي تاثیرات لري. په دې اړه له ځوانانو سره خبرې کوو چې د دوی په ټولنیز ژوند باندې کوم تاثیرات درلودل. هیله ده تر پایه له موږ سره پاتې شي. سلام. علیکم سلام. نومو عارف الله. څه مصروفیت لري؟ لا مخکې محصل اوس بیکاري ده. بیکاري ده؟ ښه، نظر په نوي نظام سره اوس بیکاري ولا خو د شپږو میاشتو شوې بیخي پوهنتون نه رخصت دی، بیکاره بیکاري. ښه، ډیر ښه. ما ته ویلی شئ چې دا د دولتي پوهنتونونو او مکاتبو بندېدل پر یوې ټولنه باندې څه اغېز لري؟ ټولنه خو اصلا دغه تعلیم او تربیت چې د زده کړې چې دی او ټولنې پرمختګ باعث او سبب ده. نو کله چې پوهنتونونه بندېږي طبعا د یو ټولنې د پرمختګ مخه نیول کیږي. او لکه څنګه چې یو خبره ده وایي، که چیرې تاسو د یو مکتب دروازه پرانیزله نو پوه شه چې د یو زندان دروازه مو بنده کړه. نو څنګه چې اوس مکتبونه بند شوي دي، زندانونو دروازې باید داسې احتمالا واضحېږي، نو جرم و جنایات یعنی ټولنې پرمختګ مخه نیول کیږي. اصلا دغه د پرمختګ څوک چې یو هیواد ته یو ټولنې ته پرمختګ ورکوي هغه ځوان نسل ده چې هغه په تعلیم سره کوي. نن ورځ چې تعلیمي نهادونه ټول ټپه ولاړ دي، یعنی فعالیتونه نه کوي، نو په دې سره ځوانان د خپل تعلیم نه محرومیږي او ورو ورو د ټولنې پرمختګ مخه ډب کیږي او د یو لویو طبیعي طرف ته ځي. ټول د یو ځوان او یا هم د یو محصل پر ذهنیت باندې څه تاثیرات لوبولی شي؟ د محصل پر یو په ذهنیت باندې دغه تاثیرات لري چې تر ټولو مهم تاثیر یې دا ده چې بیکار ده. بیکاري خپله یو غټ مرض ده. یو تاثیر دوم دا چې دغه محصل چې کومه برنامه، کوم پلان، کوم انګیزې سره دې درس ویلې، یعنی یو چا داسې پلان کړی و چې څه باید په څلور کالو کې دا پوهنتون خلاص کړم، دا وکړم، دا وکړم، دا وکړم، ډېرې برنامې وي، د هغه پلانونه ګډوډېږي. او په دې سره دغه د محصل د پلان په ګډوډېدو سره مختلف تاثیرات پته لاندې. یو دا بې انګیزي کیږي درس په وړاندې، هغه انګیزه چې لاسه ورکړې ده، هغه انګیزه چې لرله مخکې، نو هغه انګیزه یې نه پاتې کیږي، ورو ورو تعلیم ته شا کوي. یعنی ځینې زه اکثره هلکان پېژنم چې په دغه شرایط چې راغلي دي، اکثره یې ترکیه او ایران ته تللي دي، درېیم سم دوم سم محصلین دي، نو د تعلیم څخه لریواله یو دې باعث شوی چې دوی زړه د خپل دغه درس ویلو نه تور شي، یا رقم طبعا دا خپل تعلیم ته ادامه ورنه کړي. نو مختلف تاثیرات لري، یعنی طب په کل کې مثبت تاثیرات نه لري، ډېر منفي تاثیرات لري. ښه، ډېر ښه. تاسو یادوري وکوله چې دا د یو ځوان یا هم د یو محصل نسبت درس انګیزه له منځه وړي. څه فکر کوئ دا ځوانان به که چیرته بیرته پوهنتونونه او یا هم دا مکاتب شروع شي، انګیزه به د دې ولري، کوم امید به ولري چې بیا دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي او یا هم د ښه مطالعې لپاره، د یو روشن آیندې لپاره یو مثبت انګیزه به د ولري یا ونه لري؟ دا خو دا مونږ د اقتصاد لنګانه مونږ د یو کارګر وایي، که چیرې یو کارګر ته ډیر وخت لپاره بیکاره شي
کچیر دا بیرته په کار وګمارل شي نو دا به هغه څه کار ونه کي ونه شي کړی چې مخکې له بیکارتیا یې کوو. یعنی هغه چې فده کې کوم ظرفیتونه ول هغه ورو ورو ضعیفه کیږي. نو انسان هم دغسې ده چې ډیره موده له درس تعلیم نه لري شي نو دا به هغه څه درس ونه شي ویلی لکه مخکې ویل ډیر منفي تاثیرات لري. ډیر ښه. که چیرته په اوسني ماحول کې په دې شرایطو کې چې مکاتب او دولتي پوهنتونونه بند شوي دي، په داسې حالت کې د یو ځوان لپاره څه پکار دي چې په کومو مسایلو باندې په څه باندې ځان مصروف ساتي تر څو د تعلیمي ډګر څخه ډیر لرې پاتې نه شي؟ د یو ځوان لپاره په اوس وخت کې لازمه ده چې لومړی د خپل امید او خپل هیلې لاسه ورنه کړي او ژوند چې ده د مبارزې نوم ده، باید مبارزه وکړي. په دې وخت کې باید د خپل د رشتې مطابق هغه کوم مضامین چې مخکې ویلي یا ورسره دا ډېره علاقه لري هغه مطالعه کړي، همدارنګه د انټرنیټ څخه د خپل مسلک مطابق مطالعه وکړي او نور مختلفو ګټور پروګرامونو کې برخه واخلي. ځینې داسې آنلاین کورسونه دي چې هغه د پنځه مطابق دي، هغه د رشتې مطابق دي، هغو کې باید ګډون کړي تر څو د خپل بیکار وخت څخه سم استفاده وکړي او د وخت د ضایع کېدو څخه مخه ونیسي. میتونم خدا بر معرفي کنین؟ بله حتما. اسم رو حالا امین از ولایت لوګر، یک تن از محصلین پانتون ننګرهار در فاکولته اقتصاد. بسیار خوب. گفته میتونین که مزدود شدن مکاتب و بنیادهای تحصیلی بر یک جامعه چی تاثیرات خواهد داشت؟ امی بند شدن مکاتب و پندون ها بالا یک جامعه تاثیرات ناگوار و تاثیرات بد داره، بخاطر که زمانی که مکاتب و پندون ها در یک جامعه بند میشه وقتی محصلین و متعلمین عزیز مزایه میشه و همچنان در این جامعه که است استعدادهای خود را دست میده. در قدم سوم عقب ماندگی ذهنی در جامعه با وجود میاد. هنگامی که عقب ماندگی ذهنی در این جامعه با وجود آمد، خود این جامعه باعث بربادی جامعه میشه و جامعه از بین میره. خب بسیار خوب. گفته میتونین بر ذهنیت و روح روان یک جوان چی تاثیرات داره؟ امی بند شدن مکاتب و پانتون ها بالای ذهنیت یک جوان بسیار تاثیر بد داره، بخاطر که امی جوان که از افکار منفی در ذهنش میاد، تشویش میکنه، تکلیف روانی برش پیدا میشه، امکان داره این شخص تصمیم بسیار غلط بگیره یا امکان داره کشور خود رها کنه. بسیار خوب. در این قسم شرایط که مکاتب و بنیادهای تحصیلی همین پوهنتون ها همه ایشان بسته شدن، یک جوان چی باید کرد تا از تعلیم زیاد دور نماند؟ به نظر من دی وقت دی حالات جوان باید از وقت خود به خوب طریق استفاده کنه، وقت خود را به خوب ترین رقمش مدیریت کنه. چه قسم وقت خود را باید ضایع نکنه، روزمره باید تصمیمات داشته باشه، به خوب طریق باید درس بخونه، به خوب طریق باید پابند دین خود باشه و باید باور و یقین داشته باشه، خوشبین داشته باشه که انشالله روزای خوبی در پیش رو داریم. به صفت یک محصل هنوزم خوشبین هستین به آینده خود؟ انشالله 100%. در این مورد خواستتان از دولت چیست که باید چی کرد به خاطر جامعه، کدام اقدامات را باید روی دست بگیرد؟ از دولت خواست ما این است که دولت باید هر چیز زودتر دروازه مکتب و پانتونها را باید برای محصلین و متعلمین عزیز ما باز کنند. دوم، بهترین برنامه های آموزشی را به خاطر متعلمین و محصلین عزیز باید برای بیاندازند، چون با سه زمین برنامه های آموزشی که از استعدادا بوجود میاد و دولت باید برای استعدادا زمینه را بهترین فراهم کنه، چی داخل کشور باشه چی خارج از کشور باشه. خب بسیار خوب. در آخر اگه بگوین پیامتان به صفت یک محصل، به صفت یک قشر جوان جامعه، به این نسل جوان چی است؟ حیث یک جوان، پیام ما برای از این جوانایی است که دوستای عزیزم، شما اگر می خواهید در زندگیتان موفق، کامکار و آرام باشین، شما در زندگیتان سه مرحله را طی کنین. اول، پابند دین باشین. پنج وقت نماز خوانا بسیار خوب با شوق بسیار با آرامی ادا کنین. در قدم دوم،
درستانه بخوانین بر روزمره به خوب طریق درستانه دا کنین تصمیقات داشته باشین به خطوری درستانه بخوانین و در قدم سیوم ورزش کنین چون ورزش صحت سلامتی ماست اگر ما ورزش کنیم ذهن ما خوب کار میکنه بدن سوار میباشه خوب میتو خوب طریق میدانه عبادت کنیم و درست بسم الله الرحمن الرحیم اسمم حسیب الله است و باشنده ولایت کابل میباشم و همچنان یک متعلم هستیم یعنی فارغ شدیم دیگه از مکتب ولی برای ادامه تحصیل خود فعلا کدام اراده یا کدام پلان قوی ندارم بسیار خوب قسمی که شما شاهد هستین مکاتب و پوهنتون ها بسته شدن فعلا چی تاثیرات خواهد داشت بالا یک جامعه خب این که است از این که مثلا پوهنتون های دولتی و مکاتب دولتی که بسته شده است بالای یک شاگرد یا بالای یک محصل بسیار یک تاثیرات منفی داره مثلا اگر ما بیایم درباره یک محصل صحبت کنیم محصل وقتی که بعد از این که 12 سال تعلیم خود خلاص میکنه و کوشش میکنه در آمادگی کانکور و کانکور را میخوانن بسیار زحمات را میکشن و بعد این که به پوهنتون کامیاب میشن و به پوهنتونشان در تحصیلشان این رقم مثلا وقفه به وقفه تدریسشان میشه و دیگه این بسیار یک منفی تاثیرات میشه بالای یک جوان که تحصیل از اونا بسیار در بین از کوتاهی میشود و همچنان محصل دل سرد از این میشود که از درس خواندن از درس خواندنشان و همچنان از آیندهشان دیگه کدام امید خاصی برش نمیداشته باشه به حیث یک جوان اگه بگوین بر ذهنیت شما چی تاثیراتی کرده؟ فعلا خودتان هم میفهمین که مثلا 2 سال قرنطین بوده و فعلا حال باز هم همین مکاتب و پوهنتون ها رخصت است دیگه بسیار یک ذهنیت مثلا منفی و به خاطر جوان که مثلا دل سرد میشون از تدریس خود یا از درس خود بسیار دل سرد میشون همین رقم اساتید و شاگردا نمیتونن که بر تحصیل یا تعلیم خود ادامه بدن دیگه شاگرد در یک یعنی عام بگیم بسیار دل سرد میکنن از درسشون نظر به شرایط فعلی چه مصروفیت خوب است که یک محصل یک جوان به خود پیدا کند تا از تعلیم زیاد دور نماند خب اگر یک جوان بسیار دلچسب ازی باشه یعنی که بخواهد درس خود ادامه بدهد و از درس دور نباشد آنها می توانند مثلا کتاب های مکاتبشان که بوده یا هم کتاب های خود از پانتونشان است یا هم بعضی از دیگر کتاب هایی که بسیار در او معلومات می باشه او را می تواند مطالعه کنند یا یک جوان می تواند بر خود مثلا بسیار یک جامعه یا اجتماع را جور کنند که در اونجا مثلا تعلیم یا تحصیل خود پیش برن همراه با دوستان خود و یا همین اقارب خود می تواند تعلیم یا تحصیل خود در اونجا پیش ببرن به حیث جوان یک پیام تانه بگوین به خب یک چی داریم یک متل داریم در انگلیسی میگه never give up یعنی هیچ وقت باید خود از دست ندیم هیچ وقت امید خود باید از دست ندیم میگه ما میفهمیم که شرایط بسیار خراب شده و نمیفهمیم که پانتون و یا مکتب چی وقت یعنی رسما آغاز خواهد شد و چی وقت مردم باید به تحصیل و تعلیم خود ادامه بدن دیگه پیام برزمی جوانایی است که باید امیدوار باشن هیچ وقت امید خود از دست ندن ان شاء الله که تعلیم و تحصیل زو دیگه با ان شاء الله ادامه میافتن تشکر از اینکه وقتتون به ما دادید سلامت باشین ز حکمت الله ما د ننګرهار پانتون د څلرم کال محصلیم د کمپیوټر ساينس پانځي اتم سمستر محصلیم زو د تحصیلی بنسټونو یا هم که په عامه توګه ویو د دې پوهنتونونو بندیدل ستاسو په ټولنیز ژوند څه تاثیرات لرل؟ والا تاثیرات ډیر زیات درلودل ځکه چې موږ په اول کې دومره د پیشبینی وړاندوینه نه وکړې چې موږ به تقریبا وو کال وو میاسه اته میاسه یا تقریبا نږدې یو کال به موږ په کورو کې پاتې کیږو که د کورونا د وبا له خاطر وي یا دغسې دغه د سیاسي حالاتو له خاطر وي موږ ډیر زیات په کور کې پاتې شو نو طبعا ډیر زیات غیر مترقبه حالات موږ راغلل اواز موږ خپل ټایم منیجمنت ونه سه کولای چې موږ باید کړی وای ځکه چې هلته خپل څه وخت انډیوالانو سره استادانو سره یا ته ښه درس ویلی سي خصوص ته کور ته راسې به دلته تا سره کور کارونه هم وي او دلته به نور مصروفیتونه به هم وي نو هغه سې درس ته دلته ویلی نه سي لکه هلته سي وایي او په مجموع کې په ټولنه باندې ډیر زیات تاثیر کړی ده د ټولنې د تعلیمي فکر او سطح باندې ډیر زیات تاثیر کوي ډیر منفي تاثیر کوي ده چې ټول په کور کې وي او مکتبونه بند وي پوهنتونونه بند وي او داسې
ځوانان ټول نه لیکوي، ځوانان جرم جرایم زیاتوي په ټولنه کې، ځکه چې بیکاري دی او بل خونه د فقر دی، اقتصادي فقر دی، ځوانان غلا او نور شان ته عادتوي د مکتبونو بندیدل او د پانتونو بندیدل. نو مجموع کې منفي تاثیرات ډیر زیات دي او هغه غټ تاثیر چې دی د بیکاري دی، چې انسان ډیر بیکاره کیږي. یو ځوان د دې لپاره چې لښته وزیر سره عادت نشي، یعنی د تعلیم له ډګره ډیر لرې پاتې نشي، څه باید وکړي؟ والا ځوان ډیر زیات ضرورت دی چې د خپل وخت باید ښه منیجمنت کړي او ښه مدیریت کړي، ځکه که دی د خپل استادان نه او د خپلو ملګرو نه چې هغه تحصیل او مکتب او پوهنتون کې سره یوځای دي، دغه تحصیلي مهار نه دی لرې پاتې کیږي، نو ده ته ډېره سخته دی چې دی بیا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو ښه خبر دی دا ده چې یو تقسیم خط د ځان ته جوړ کړي، په هغه تقسیم خط کې دی د کوم مسلکي درس چې دی خپل مسلکي درسو ته ادامه ورکړي، او د تر څنګ قرآن شریف وی او همدارنګه مزاداس وکي او د دوستانو سره خپل ارتباط خاطر نه کی مجموع کې د کوشش د وکي چې د خپل وخت سي په خړ ډول سره سپری کی او ترڅو سي په د باندې هغه منفي تاثیر د دغه رخصتې پاتې نسی په د باندې. له دولت څخه مو هیله او خواسته ده او په اخر کې که خپل پیغام مو ځوانانو ته وړاندې کی؟ له دولت څخه مو هیله خواسته ده چې بند پات کېدل د دغو پوهنتونو تحصیلي بنسټو د ډېر زیات منفي تاثیرات کوي، ځوانان د ته مجبوره کوي چې غیر قانوني مهاجرتونه وکړي او بیکاره پاتې کیږي، لکه د وخت مې چې ویلې جرم جرایم زیاتېږي. نو ښه دی چې زر تر زر دوی وکولی شي د خپل تعلیمي او تحصیلي بنسټونه فعاله کړي، او همدارنګه د یو ځوان ته د نور ځوانانو ته دا پیغام دی چې دوی باید ناهیلي نسی، لکه الله جل جلاله په خپل قرآن شریف کې په خپل کلام کې وایي چې ولا تقنطوا من رحمت الله، یعنی د تاسو د الله تعالی د رحمت نه هیڅ وخت مه ناامیده کیږي. نو ان شاء الله امید شته، ان شاء الله چې خدای مهربان ده، هر شی به جوړیږي، دا د الله جل جلاله امتحان دی او د دې امتحان نه به موږ ان شاء الله کامیاب تیریږو او کامیاب کیږو به پکې. نو مهم دا چې دوی ناامیده نسی او خپل روحیه له لاسه ورنه کړي او خپل وخت ښه منیجمنت کړي او غیر قانوني مهاجرتو ته لاس پورې نه کړي. ډیره مننه. اسفم اسماعیل است، خلاص صادات نکنم، ما اصل هستم فعلا. مزدود شدن مکاتب و بنیادهای تحصیلی بر زندگی شخصی تان چی تاثیراتی داشت؟ خب مزدود شدن مکاتب و پوهنتون ها طبعا بالا شاگرد ها تاثیرات منفی میگذاره، شاگرد ها از محیط درسی پس میمانه و مثلا ما شما از مکتب بیکار باشیم در خانه بشینیم باز عادت میکنیم در خانه ششتن یا چیز دیگه به درس چیز عادت نداشتنیم باشیم و این تاثیرات بسیار منفی رو میگذاره بالای جوان ها و طفلا و حتی خردسالا. در این همه شرایط چی مصروفیت خوب است که یک جوان برای خود آماده بسازد؟ خب تنها درس به مکتب نیست، درس به پوهنتون نیست، ما کتابخانه ها داریم. فعلا در جیب هر کدام ما یک موبایل است که خودش هم کتابخانه است، هم مکتب است، هم پوهنتون است، همه چیز است. ما باید در اینترنت باید کتابای مفید به اطفال خود به خود سرچ بزنیم و از او چیز بخونیم و یاد بگیریم و به دیگران هم بیاموزانیم. شرایط فعلی بر ذهنیت یک جوان تاثیرات دارد؟ خود طبعا این شرایط بالای کلگی تاثیرات دارد، تحولات که در یک جامعه یا در یک کشور میاد بالای همه یک تاثیرات دارد. خب باید ما شما به خود یکم روحیه بتیم و چیزای مثلا از اینترنت چیزا بیاموزیم، کتاب ها را بخونیم. در خانه مثلا ما که یک 12 سال مکتب خوندیم، یک طفل که در خانه ماست ما باید برای زیاد یک چیزی بتیم تا او برای سبارز یک مکتب میره باید یک چیز از اینجا بیاموزه. پیامتون به نسل جوان چیست؟ پیام ما به نسل جوانی است که از گذشته تجربه بگیرن و به آینده خود فکر کنن و هم درس بخوانن. درس تعلیم خوب چیز است و از کارهای منفی دور باشن. په دې شرایطو کې ټولو ځوانانو ته لازمه ده چې خپل آیندې ته هیله مند اوسي، بی انګیزه نه شي نسبت مطالعې ته، بیا هم خپل آیندې ته پلان سازي وکړي، ځان ته سالمه مصروفیت پیدا کړي. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه، تر بیا چې ستاسو چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی الله سپارو. الله مو مل شي.